اون ساعت 4 صبح، خب یارو خوابه، کی بیان؟ آمد. سلام علیکم. تابستونی میگرده اون تو. سلام. چطوری؟ خوبی هستم. سهلی؟ گرش. بسم الله الرحمن الرحیم. آره. کرکره رو دادی بالا بیمونه دیگه. آره. در تنون رو بستی؟ از تنون گرمان میاد بیرون. می‌بینی که گرماش نره؟ دیگه پردم سرکه جونه میشه. خاموش نمی‌کنی تنو بودن؟ چیه برنامه همون؟ چیزی اول شما لست می‌کنی این کلا رو می‌ذاری؟ این کلاهه؟ چه قرمز هم از من می‌آره؟ لباست نرسد سر من اگه بره. آه این همون دستگاه خمیرزنه دیگه. آره هم زنی ها؟ من دست همون نشستم، بابا دست همون بشیم. حسن جون، آقا بیا. این دست من شسته، تر و طویل بوکیوی میده. این مایه دستشویتون بوکیوی میده. نونا اوکیه؟ الان من دست همون دیگه تا اینجا شستم. آرنج شستیم. تا آرنج میخوام چیکار کنم مگه؟ دستت میشه توی خمیره دیگه. ببین با آب سردم شستم و اشان بیدار شم. علل قاعده این موقع صبح به جای اینکه دستم تا آرنج توی خمیر باشه باید تو رخت خواب عزیزم غرق در خواب باشم. اینا رو شبا میشوریم؟ چیکار میکنی؟ حالا من آب اندازه‌گیری. آب اندازه‌گیری کنی؟ اندازه‌گیری کن ببینم چیکار میکنی؟ خودت ثابت‌تر بشه. خب مثلا آب اگه یه ذره زیادتر باشه چه اتفاقی میفته؟ وقت باید از اون مقدار مصرفی آردت رو بیشتر بریزی. جوش شیر نمیزنی؟ سنگک تمامینی که جوش شیر نمیزنی. همینجوری کامل چیزش بکنم؟ بباش بعد با تصیح هم بزن. همینجوری اینجوری بریزن؟ فرق نمی کنه اگه یه دفعه بریزی. یه دفعه هم بریزی؟ نه بریزی خود. بازم باید حل بشه دیگه. آدم ساده نیست که تو میگی. نه بزرگ داره. خب خیلی باحاله. حالا یه چند دقیقه دیگه باحال‌تر هم میشه. چجوری؟ با اونجوری فکر کنم به دست من خیلی بچسبه. الان خیلی لذت بخشه. نگاه داره میرخصه زیر دسته. ای آخ اومد بالا. خیلی حس خوبیه. خیلی باله. ببین برای همینه نظافت خیلی مهمه تو نونوایی دیگه نه؟ دستت یعنی دستتو همش باید بشوری. باید چون به غذای مردم دیگه نون. آرد و نمک و آب. همین؟ الان در دستگاه رو میبندیم و شروع میکنه به؟ بسم الله. بریم آقا. این اینجاست. یاد قطار می افتم. باز کنید. اوه 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 چه کار خطرناکی. ها آرد بریزم. خب الان که این همه چسب دست
عزیز اون بیفته الان شاطر بیدار میشه میاد یه خود میترسن این کارو انجام بدن. خیلی کار خطرناکیه. اوه ما میترسن خوما از این یواب همون شو؟ آخه چه سکوتی. 5 دقیقه بهش استراحت میدیم. اصلا فعلا استراحت بکن و بعد دوباره ما میام سراغه. آره باش صحبت هم میکنی با آد؟ عزاداران بیل رو براش بخون. تایمر داره، یعنی میخواد این آرد رو درست کنه، تایمرش روشن میکنه ببینه که چقدر طول میکشه، چقدر کار داره. بچه هایی که خمیر میزنن کار خطرناکی دارن، به خاطر اینکه این دستگاهی که وای نمیسته و چشم هم نداره، اینو مجبورن با دست شروع کنن اونجا کار کردن، کاردک زدن، هر چیزی دیگه ای. خیلی باید موضوع خودشون باشن. آواز نمیخونی برای خمیر؟ ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر. حواسشون رو پرت نکن دیگه. شما اینا باش برو. این تنور کلن از آجره؟ از آجر رو دیدون. برای چی چیز میندازین؟ سنگ میندازین برای اسم سنگ های؟ چرا؟ سنگ میندازین. نه این همین چی ریگ میگین؟ همینچه ریگ. چرا این کار میکنین؟ این بهتر پخته میشه. مثلا چرا زیرش هم سنگ نمی کنین؟ یعنی آجر نمی کنین؟ مثل نمباری برای نمیشه. نمیشه؟ یه چیزی مثل سنگ داغ نمیشه. آها. ولی این خطری هم داره. یکی از رفقای خود من انقدر گشنه بود، بعد خب مثل خود من شکمو بود، یه دونه دندونش. مثلا چجوری شد تو وارد نونوایی شدی؟ چه تعطیلات بود، بیکار بودی. دو چیکار کنم برم نونوایی؟ وضعیت نکن دیگه. آره خیلی کار خوبیه، ولی اینجوری آدم تصمیم نمیگیره یه کاری رو انجام بده. چرا؟ تعطیل بود تو گفتی کوچیکا. آقا تعطیلات بود. خب دیدی مثلا چه کاری بهتری میتونیم بریم، درآمدش اینقدر این بهتره. چیکار بکنیم الان؟ خمیر رو بندازیم که بر بیاد. یه 20 هنو ور نیومده؟ ور بپره. می‌بریم بگیریم برداریم بریم. خب بریم. این الان ما باید برداریم ببریم اونجا. خمیر رو بریزیم توش و چیکارش کنیم؟ بخوابه تا ور بیاد. بخوابه تا ور بپره. اولین پاتیل خمیر به دست این جانب آماده شد. خدا به خیر بود. خب آخه دست را این بر چون مرحله حساسیه. میگه که اون تیکه که من انداختم خود اوجاج داشت، میگه نون خوبی ازش در نمیاد. نون دست میاد ولی نون خوبیست. الان این ور اومد. این دیگه آماده است. بعد این باد میکنه میاد بالا. چقدر؟ دیگه تو هر جایی که بتونه. تو هر جایی. این بستگی داره چقدر بهش مایه خمیر بزنه. ببینیم تا کجا میتونه باد کنه بیاد بالا. الان مطمئن نیشاطر بیدار شد؟ آره؟ ببین این میله رفته توی این ساختمون، خب؟ به خاطر حالا این اینجا نگه میداره است دیگه. شاطر طبقه بالای اینجا میشینه، خب؟ اینه که میزنه اون میلرزه بیدار میشه میاد دیگه. الان مطمئنی بیدار شده؟
اون امضای سازنده چیزم میبینین؟ اون کف دستشو به عنوان امضای خودش تو اون تیکه سقف بالا سازنده تنور زده. بحث در مورد تاریخچه نوسنگک بسیاره. عده اولی مختر نوسنگک و رستم دستان میدونن. احتمالا اشارهشون هم به همون بیت برمیگرده که میگه چنین گفت رستم به اسفندیار که من گوشنمه نون سنگک بیار. گویا در دوره ساسانی هم اطبا نانپذیر روی ریگو تجویز میکردن. اما روایت معتبرتر برمیگرده به دوره صفوی. شیخ بهایی به دستور شاه عباس ساختار تنور نانسنگک رو برای پخت یک خوراک کامل طراحی کرد. سلام. سلام. خاطر چطور به خوب هستی؟ صبح خیر. صبح خیر. خوابی ها؟ نه؟ تازه خوابی شد. آقا ما خیلی اسخایی میکنیم مذهر میخوام. دیر شده این به خاطر اینکه من بلد نبودم. داشتم کمک میکردم. بعد یه خود خرابکاری کردم و نکاری. گفتیم از شما اسخایی بکنیم. ببخشید. چون شاید الان هست صبح زود اومدیم. خلوت باشه. صبحونه نون تازه میزنیم. تازه میزنیم. چی میخوریم صبحونه؟ صبحونه یه میکنم کردم. به به به. دهنم آورده. چه ما نون تازه دوست داریم دیگه. هر روز صبح میان. فقط هم نوسنگر. فقط؟ یعنی هیچ نون دیگه ای نمیگیریم؟ نوسنگر بهتر. آقا ما دیگه الان بریم اونا رو بپزیم و آماده باشیم که بیاریم به خدمت شما. اولین نوناییه که امروز صبح با خمیری که من درست کردم داره میره توی تنور. ببینیم چه نونایی درست میشه. چرا میخندی؟ یعنی چی؟ مسخره کرد منو فکر کنم. دو تا چیز خوشخوشی؟ خوشخوشی میخوان؟ بیا هر چیزی یه آدابی و یه رسومی داره. این که من الان نون که دادم به مشتری عزیزمون نونو برعکس گذاشتم. شاطر گفت نه نون سنگک رو باید از این طرفی بذاری به من باید حواسم هم به اینجا باشه از این طرف بذاری که این مشتری سنگا رو ببینه بتونه بکنه. باز من در بیارم اینو بدم. بده من در. همینو. خب بده من بردارم دیگه بده من در. آقا بسم الله الرحمن الرحیم بفرم. مشتری هر روز این سر این ساعت میان؟ همه صبح زود. شاطر چند تا نون میخوادیشون؟ سه تا ساده کنجدی هم میخواد سه تا گفت دو تا ساده تقسیم وظایف تو نونبایی کاملا مشخصه. یکی خمیر میزنه شاطر نون رو داخل تنور میزنه نون در بیار کنجد رو میپاشه و نون رو میده دست مشتری. منم تعبیت شدم پایدم. اینجوریه؟ چون شده من اینجوری نمتون بود. چه اتفاقی میفته اینجوری؟ جاذبه باید داشته باشیم. جاذبه. بعد برم تو خونم همینین؟ اینو بهش میگن چی؟ رقص پای شاطری؟ بیا. بده بهم بزنم دیگه یه دونه دیگه. ای برم نقص پا رو برو دادم رفت. خب من الان دوتا کاری که بلد نیستم با همون نمیتونم انجام بدم که. ای بابا این درست شد اینه. خب حالا از اینجا باید بگیریم ها. ببینیم کجش میکنن. یکم دیگه میرم اون ته. اوه 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 چقدر داغه. وای ببین گند زدم کاملا. ببین چجوری شد سبکو بزنیم. خواه شده. آره
حسین چجوری شد؟ کنجد هم بزن ببین من این یکی رو درست میریزم گند دوبل زدم و گند دوبل زدم اونو بردار آقا این یکی دیگه شاهکار شد دیگه قشنگ خوابوندم روی یه دونه نونه دیگه آره نه این اولین نون من نیم نه این نیم این نونیه که قرار بود سلام علیکم نونیه که قرار بود مثلا من پخته کنم نصفش اینجاست نصفش هم هنوز تو تنور مونده آقا این خوبه این خوبه این خوبه این خوبه این نونیه که من پختم اینی تا اینجاش قابل قبوله از اون پایین به بعدش دیگه نه چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ یه دقیقه زب کن یک دو سه چهار پنج شیش بله همین الان تنور درمان دو دقیقه به جایی که حالا کیسه نایلون یا حالا هر چیزی بگیرن که حالا خیلی هم برای نون خوب نیست یه دونه سفره نون دارن که خیلی هم خوشگل و خوشرنگه بعدم بادم میخوره اینجوری دیگه یعنی هوا رد میشه نونم خمیر میشه دیگه اینا رو کی زده قهاره آره یادم رفته به نظرم قشو کردن پارو نونواییه دیگه آره رضا اون قشو میه دیگه قشنگ قشو میکنه دیگه آماده داره میشه اوه این دوم مار زنگیه وقتی شروع میکنه تکون خوردن با مواظبش باشی داره بهت اعلام خطر میده یه دونه نون ازش در میاد اینقدر خمیر اینجاست جو آدمو میگیره حسین آقا یه دقیقه دوربینو بردار من زیرشو تمیز کنم داداش یه سرگرمی با مزه پیدا کردم توی نزنی توی نونوای سنگکی اینی که سیب زمینی ها رو هر آن احتمال چیز داره بخا سیب زمینی ها رو خب بذاریم تو تنور چقدر دیگه تون میکشه بپزه بکنیم نیم ساعت سیره. نیم ساعت دیگه درش میاریم بریم آقا ببخشید دیگه ما چون مجبوریم بچه ها بوی 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 اونجوری زید ببخشید مذار من پشتم بشید ولی چیزه مجبورم ما چون نمیخوانیم کار اینا رو قطع کنیم مجبوریم که در این کار کردن باهاشون ضبط بکنیم دیگه این اتفاق هم میتر میمیده ببخشید اینو رد بیارم آره آره دور سر بودم این دوتا هم در بیارم نه دیگه اینجوری دیگه آره یا بیارم اینجوری میکنی؟ برعکس چه فرق میکنه اینجوری در بیارم یا اینجوری در بیارم آقا آقا عمو یه دیگه یه دیگه به ما لحظه لحظه از کارشون نمیتونن آره آره بیا بله بله این دوتا رو در بیارم کنجد بزنم کنجد او اینطوریه آره بیا شوت بیا تو دهنه اینجا بغله خب بگیری این وسط واسطه است که اول اینجوری میفهمی این وسط سمت آخر است این بغل این چیز راسته. چی بود راسته است اینم که بغل آتیشه آخوره بهش میگن ببین چیزه به هیچ وجه نمیتونی اینجا خیلی معطل کنی اگر معطل بکنی اون کارا رو زود انجام ندی صدای مردم در میاد وقتی سرکوب میندازی باید خیلی دکتر
جای 9 تا نون رو باید صاف کنی؟ 5 تا نون جلو وسط 4 تا نون گوشه راسته آخاتیش این هم بغل تنور توی تنور سنگکی رو اگه حالا 14 تا نون میگیره. ببین به تو میگن شاتر یا به میگن شاتر، به من میگن نون درا. آه شاتر نون درا. ولی تو مردم عادی به همه تون میگن شاتر. آره مردم عادی هم. آره. خب ببین فرق میکنن اینا با هم دیگه. کاراشون هم خیلی فرق میکنه. آه نون درا نیست، بگو میکنه. کسی که نون در میاره بهش میگن نون درا. کسی که این کارو انجام میده، پیانو میزنه و آماده میکنه و این حرفا میشه شاتر تو زبان خودش. آها راست میگه. کسی هم که خمیر آماده میکنه میگن خمیرگیر. اونی هم که پول میگیره میگن پولگیر. اونی هم که دخل رو جمع میکنه بچه‌ها میگن صاحب مغازه. صاحب کو اینو میدونم. دو شاخه است. این دو شاخه است. این دیگه میدونستم چیه دیگه. خب نیاز ها ای بابا نمیذاری که من انجام بدم، خودت انجام بده. خب نمیرسم من چی؟ آه یه بزن کندت بزنه خیلی خوب بود دقیقا اینجوریه. مهدی بیا آماده بزن یه دونه تو بپزه بعد بریم بگیم. چرا یه دونه من بپزم دیگه. آره دیگه شما بپز بزن این بعدی شما بپز دیگه بعدی شما بپز. آره دیگه آره آره این اینجوری میبرم بالا. آره اینطوری میگه اینجا اینجا با میستی خب اینجا با میستی بیا سر نون وای میسن اینجوری بعد اینطوری میکشی میکشم آره میکشی میگه اینطور اینجوری میره بالا دستت میاد اینجوری اینجوری اوه 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 آفرین مطمئن اینو سنگک در میاد نخند یه دیم باید خودم دارش میخواد دستشون بذاره آب داره آره بسم الله ناخون بزن دیگه ناخون آفرین. آه ناخونت خوبه. ناخون خوبه نه؟ خوبه اونش خوبه. خوبه دیگه برو که پاش میریزه. ماشه. خب این اینجوری؟ برو برو تو. نمیریزه. کجش کن من. کج؟ آره. خب. این میره بالا اینجا. آره. ای بابا. این نهنگه. اوه. اوه. این اوی 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 چه میکنی؟ اوه وای 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 خیلی اگر من اقام بر مخزن یا بر نست دیگه بابا من سنگک بربری مخدوده نه؟ بیا این هم یه هنر دیگه سنگک اون بربری مخدود اینو بندازم اون خشکی؟ آره اونو بنداز اون خیلی خلاصه اوه دلم نمیاد اینو ساعت نداره ساعت نداره گفتن میاد یه کامیون 10 تنه این آرد میزنه گونی گونی راه میفته تو کل تهران حالا با ترافیک و آرد خالی کردن و خستگی در رفتن و نارد هر کامیون واسه 3 تا نون وایه اصولا آه. آه هر کامیون واسه 3 تا نون اگه آرد به موقع نرسه راکارش آرد قرضیه تنور نباید بیکار بمونه آقا بیا اینم یه دونه آر. اون سنگ ها اون زیره اون سنگه اون سنگه نداشت با خودش باشه دست شما درده سفره را مرشد بیار که پنه آقا این همون نونیه که من زدم مهدی آره؟ آره شبیه کارکترهای تیم برتون شده آره خوب میشه دیگه خب بیا بیا من بیا آقا بپر یه ترشی بگی بیا آره کار آره منطق حکم میکنه نهار نونوایی با نون دستپخت خود نونوا تکمیل شه تست بزنم الان تست بزنم یه تست بکنم البته اگه منو بشه نونوا حساب کرد او نمک نداره نمک نه سیب زمینیشو باید نون رب بس بکنه چون دستاش سفته نمیسوزه
بعد کوبیدهشو باید شاطر تمیز کنه چون دستاش تمیزه میشه تو آبه. اینو قسمت داره. کوبیدنش با خمیرگیره چون همیشه با خمیر ورم میکنه بازوهاش قویه اون میکوبه. عجب رتبه بندی دارن اینا. آقا من فکر کنم کل مملکت مثل شما رتبه بندی باشه همه چی اوکی میشه ها. تو مسئولیت کارت خودت رو باید انجام بدی، تو این کار انجام بدی. قانونش اینطوریه. خب الان من مثلا چیکار کنم؟ من دستم برای هیچ کاری آماده نیست. شما فقط بخور. خب اینجا خوش شد که الان کبیر شد اونجور. آخ خدا رو این پیاز مال این مال من این گنده مال آقا از این که من زدم چرا نمی کنی شما؟ آقا یکم شما هم حرف رو زدیم، من مثلا حرف میدم هیچ شما داری میخورین آقا قضا تمام شد دیر نامر داره هیچی بر من نزدیم نوشابه بخوری بیده؟ نه نوشابه نمی کنم دستمون کاغذه نداری نه؟